توی جلسه قبل در رابطه با الگوریتم نیوتون رافسون صحبت کردیم دو تا از فرمول های بسیار مهمش که یکی محاسبه معکوس اعداد و ریشه دلخواه بازی عدد دلخواه رو با هم دیگه بررسی کردیم توی این جلسه میخوایم بریم سراغ روش بعدی روش وتری خیلی این روش شبیه روش نابجایی هست بریم روی تصویر دوستان اول بگم روش نابجایی چی کار میکرد؟ میگفت ایکس اینی که میخوای حساب کنی میشد آ اف بی منهای B اف آ اف بی منهای اف آ بچه ها سعی کنید تفاوت هر روش رو با روش های قبلیش متوجه بشید که ما اصلا چرا داریم میایم روش های بهتری رو بررسی میکنیم هرچی میایم جلوتر روش هامون داره بهتر میشه خب روش نیوتون مشکلش چی بود؟ مشتق توی مخرجش مشتق بود روش وتری مشکل رو حل کرد حالا فرمولش چیه این عبارته این از یک شروع میشه بچه توی این روش ما x صفر و x یک رو باید به ما بدن یا سوال میده یا خودمون باید پیدا بکنیم خب نکات تکمیلی چیه باز برای حفظیات همگرای تضمین شده ندارد مرتبه همگرایش 168 یا عدد 1 به اضافه رادیکال 5 دومه. دو همگراییش کنتر از نیوتون رافسونه ولی از نابجایی و دوبخشی بیش در واقع سریع تره و روش نابجایی و وتری چه تفاوتی دارن؟ این خیلی مهمه بچه ها فکر این اینا یکسانن تو روش نابجایی این بود فرمولش دیگه جلسات قبل اگه ندیدید بررسیش کردیم تو هر مرحله شما برای اینکه بیاید ببینید بین A و X1 و x1 و b یادتونه کدوم بازه رو انتخاب بکنید باید میایید شرط بولزانو رو روش بررسی میکنید اما تو روش وتری ما دیگه این محدودیت رو نداریم و دو تا نقطه رو ببینید گفتم دیگه x0 رو x1 رو داشته باشیم تمومه اصلا شرط بولزانوی نیاز نیست شما بررسی بکنید خب مثالش رو ببینیم به کمک روش وتری بیاید ریشه معادله رو طوری پیدا کنید که شرط داده شده برقرار باشد این یکی از معیارهای توقف الگوریتم بود توی روش دو بخشی روش نابجایی در مورد صحبت زیاد کرد اف ایکس هم که به ما داده خب ما این رو میگیریم ایکس این اینو میگیریم x1 نکته مهم آیا نیازی هست بیام چک بکنم که اگه افم... یعنی شرط بولزانو رو براش چک بکنم نه چرا نگفته نشون بدید این تابه در این بازه ریشه ای دارد و آن ریشه را پیدا کنید گفته که ریشه معادله رو توی این بازه پیدا بکنید حالا برای اینکه ما هم مطمئن بشیم و تمرین هم بکنیم میایم این کار رو انجام میدیم ولی برای این سوال نیازی نیست ولی اینکه شما انجام بدید چیز اشتباهی نیست من فکر به توان دو یک به اضافه 6 منهای 4 هفت منهای چهار سه یک بذاریم یک منهای شیش منهای چهار منهای نه ضرب اف منهای یک در اف یک یک عدد منفیه پس طبق قضیه بودزانو یه اف سی وجود یه سی وجود دارد که اف سیش میشه صف حد دقل یه سی خب میریم روش وطری گفته بود دیگه x n به اضافه یک فرمول رو می نویسیم. همین ابتدای صفحه نوشته بودیم xn منهای xn منهای, منهای یک f xn مخرج fxn منهای fxn منهای 1 خب n رو میذاریم 1 اینجا چی میشه x2 درسته n رو که 1 بذارید x2 اینجا میشه x1 منهای x1 منهای x0 f x1 مخرج fx1 منهای f x0 خب x صفرمون رو چند گرفته بودیم منهای یک x یکمون رو چند گرفته بودیم یک f منهای 1 رو حساب کردیم f 1 هم حساب کردیم f 1 شده منهای نه، f منهای یک شده سه کافی جایگذاری بکنیم پس x 2 ما چی میشه بچه ها؟ x X1 چند بوده یک منهای x 1 منهای x صفر تفاضل اینها میشه دو Fx1 یک منهای نو مخرج منهای نو منهای سه حاصل این عدد میشه منهای نیم خب میریم این دفعه n رو میذاریم چقدر بچه ها؟ دو حالا بچه ها نگاه کنید تو شرط نابجایی الان می اومدیم نگاه میکردیم میگفتیم می حالا برو fx2 رو حساب کن به این مثبت یا منفی اینجا دیگه همچین محدودیتی نداریم اجازه بدید اینجا صفحه اضافه کنم اگر اینو بذاریم دو اینجا چی میشه؟ میشه x سه برابر هستش با x دو منهای x دو منهای x یک زب در f x دو مخرج f x دو منهای f x یک خب علامت شما x دو مون چند شده؟ منهای نیم x یک مون چند بود؟ بالا گرفتیم دیگه x یک مون یک بود f x 1 هم بالا داشتیم چقدر؟ f 1 منهای 9 فقط چی میمونه الان تو این فرمول f x 2 رو میخوایم f یعنی منهای نیم ببریم f منهای نیم رو حساب بکنیم ببینیم که در واقع مقدارش چقدر میشه f منهای نیم ما یعنی برو توی فرمول فرمولمون کجاست؟ اینجا x2 منهای 6x منهای 4 x2 منهای 6x منهای 4 درسته برو به جای x هاش بذار منهای نیم البته اینجا x به توان دو بوده دیگه درسته جا اشتباهان اندیس دو نوشتیم خب میشه منهای نیم به توان دو منهای 6 تا زب داره منهای نیم منهای 4 منهای نیم به توان دو میشه 25 صدوم اینم میشه سه اینم میشه چهار میشه چقدر بچه من منهای یک منهای هفتاد و پنج صد خب ببینیم تو فرمول جایگذاری کنیم x سه برابر میشه با x 2 دو منهای x دومون منهای x سه یکمون f x دو این f x دومون شد دیگه f منهای نیم شد منهای هفتاد و پنج سدو. ضبط در منهای 75 صدم مخرج منهای 75 صدم منهای اف ایکس یکمون هم که میشه منهای 9 خب اینو بزنیم تو ماشه حساب منهای 63 64 میشه آیا باید استاپ کنیم یا ادامه بدیم شرط استاپ ریشا چی بود استاپ در واقع الگوریتم تفاضل ریشا کوچکتر از یک دهم ده باشه تفاظل ریشه ها کوچکتر از یک دهم ده بشه اینجا رو ببینید ریشه ای که در آوردیم منهای نیمه الان این عدد رو در آوردیم اینا رو از هم تفاضل کنیم 63 64 چرا شد به اضافه چون خود این هم منها داره دیگه اینا میشه حدودا 13 صدم دیگه 13 64 هنوز پس استاپ نباید بکنیم ادامه میدیم میریم سراغ x4 x3 من x3 منهای x2 f x3 f x3 منهای f x2 خب x3 مون بچه ها چند در اومده؟ اینجا رو اگر در واقع x3 رو بخوایم جای گذاری کنیم میشه منهای 63 64 منهای x3 منهای 63 64 منهای x2 x2 مون هم شده بود منهای نیم ضرب در اف 3 اینجا رو هنوز باید بریم پیدا بکنیم درسته اف 3 مخرج هم اف 3 باید پیداش کنیم منهای Fx2. Fx2 رو منهای من های اف 2 اف 2 رو در آوردیم من های 75 صدم خب تابمون چی بود بچه ها؟ x2 منهای 6x منهای 4 آه اینجا هم البته داشتیمش خب باید بریم f 63-64 صدم منفی رو پیدا بکنیم x2 منهای 6 تا x منهای 4 بذارید ببینم باز منفی مثبتش رو بله x2 منهای 6 x منهای 4 خب اینجا هم می‌ذاریم منهای 63 64 63 64 منهاش البته دیگه اجازه بدید من تو ماشین حساب بزنم ببینم به چه عددی می‌رسیم خب 63 64 س... رو باید به توان دو برسونیم منفی در منفی مثبت 6 ضرب در 63 64 منهای 4 عددی که به ما میده 22 34 هست خب اینجا هم 22 34 میذاریم اینجا هم 22 34 بچا فرمول جایگذاریه دیگه خب اینو اگر تو ماشین حساب بزنیم میشه 60 51 منها آیا باید استاب کنیم یا ادامه بدیم خب ریشه قبلی رو این عدد در آوردیم الان ریشه که در آوردیم این عدد تفاضل اینها منهای 60 51 منهای منها میشه به اضافه 63 64 خب بچه معلومه دیگه اینا حدودا سه صدم با هم اختلاف دارن حالا دقیقش رو بخوام بزنم 63 64 من های 60 5 1 بله 0 3 13 این دقیقشه شرط استاپ الگوریتم چی بود این باید کوچکتر از یک دهم ده باشه که الان هست پس ریشه ما میشه این عبارت یعنی عدد من های 60 51 خب سوال بعدی رو با هم دیگه ببینیم گفته معادله تکراری ریشه تابع زیر را پیدا کنید خب اصلا این یعنی چی معادله تکراری بچه فرمول روش وطری چی بود Xn به اضافه یک برابر هستش با xn ان منهای Xn ان منهای یک اف ایکس ان مخرج اف ایکس ان منهای Fxn منهای درسته شما میتونید اینو یه مخرج یک بدید به این بچه به این فرموله به این آبی رنگ میگن معادله تکراری ریشه یک معادله اوکی؟ پس وقتی میگن معادله تکراری رو پیدا کن این فرمول می اینم این نقش همون f داره کافیه جای گذاره بکنید. فقط این فرمول میشه سادهتر هم نوشت بین اینا مخرج مشترک بگیرید یه کسرش بکنید خب xn وقتی تو این ضرب میشه میشه xn f xn xn تو دومی که ضرب میشه منهای xn f xn منهای 1 منها توی xn ضرب میشه توی این عبارت هم ضرب میشه میشه منهای xn f xn منها تو منها ضرب میشه میشه مثبت میشه xn منهای 1 f x این خب آیا ساده تر میشه بله این دوتا رو میبینید اینا با هم ساده میشه خب اگر بخوایم پس ساده تر بنویسیم بچه استاندارد هم بنویسم اول مثبته رو مینویسم من های این عبارت مخرجش هم که خودش این شد فرمول ساده شده بالا حالا ما اف رو داریم حالا اسم اینجا اسمش رو جی دیگه این همون اف ما هست افمون منهای من های ایکس دو من دو کافی تو این فرمول جایگذاریش بکنیم پس ایکس ان به اضافه یک برابر میشه با اف ایکس ان من های ایکس ان به توان دو من های دو از کجا اینو نوشتی نکنید. کنید این اف ایکس ان میخوایم بنویسیم کافیه به جای ایکس بذاریم ایکس ان من های اف من های یک همون فرمول قبلی است فقط به جای ایکس اش ایکس ان بذار ایکس ان منهای یک اندیس بچه‌ها این منهای دو مخرج ببخشید صورت ایکس ان منهای یک ضرب در اف ایکس ان اف ایکس ان مون این عبارت بود منهای ایکس ان ضرب در اف ایکس ان منهای 1. که شد این عبارت البته اینجا هم یه منها داره میشه منهای x^n n منهای یک به توان دو منهای دو حالا میشه مرتب ترش هم کرد مخرج منهای x به توان دو منهای دو منها در منها مثبت x^n n منهای یک به توان دو به اضافه دو صورت x^n توی این عبارت که ضرب بشه میشه منهای x به توان دو x n منهای یک منهای دو تا x منهای یک بعدیش منفی در منفی مثبت x^n xn منهای یک به توان دو منفی در منفی هم مثبت دو تا xn خب اینا که با هم ساده میشن مخرج میشه xn منهای یک به توان دو منهای xn به توان و بچا صورت میشه کاریش کرد اگر اینها از xn بله یا کنید این عبارت اول و سوم از یه دونه xn xn منهای یک فاکتور بگیریم از این چی میمونه؟ xn منهای یک از اولی چی میمونه؟ منهای xn از این عبارت و این عبارتم از در واقع منهای دوش فاکتور بگیریم چی میمونه؟ xn منهای یک منهای xn حالا این دوتا عبارت xn منهای یک دارن xn منهای من منهای xn xn منهای یک منهای xn بچه یکم محاسباته دیگه میشه xn xn منهای یک منهای دو تجزیهش کردم دیگه مخرج هم شما میتونید اتحاد مزدوج بنویسید بنویسیدش xn منهای یک منهای xn xn منهای یک به اضافه xn این سمتش هم چی بود بچه ها؟ xn به اضافه یک خب این هم که با این ساده میشه در نهایت اون چیزی که باقی میمونه میشه xn منهای یک به اضافه xn صورت میشه xn xn منهای یک منهای دو این سال خوراک سوالات تستیه چرا باید تا پله آخر سادش بکنید و احتمالا یه همچین چیزی رو توی گزینه ها خواهید